امروز در اقصی نقاط دنیا شاهدیم که در متن کشورهایی که حامی رژیم صهیونیستی هستند، مردم بر علیه هیئت حاکمه اون کشورها قیام میکنند. تظاهرات‌های چند ده هزار نفری در پایتخت خیلی از کشورهای غربی نشون میده که آرمان فلسطین به لطف خدا فراگیر شده و روز به روز این جریان حق خودش رو داره پیدا میکنه، تقویت میکنه. اولا هلال احمر حامی صلح و آرامش هست. هر جایی هلال احمر ورود پیدا کرده، طرفدار صلح، طرفدار آرامش و برقراری حقوق اولیه انسانی بوده. ما متاسفانه شاهدیم در غزه یک نسل‌کشی داره اتفاق میفته. دوم، مأموریت جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ جهانی حمایت از مظلوم هست. سوم، شبکه گسترده جمعیت هلال احمر بهترین راوی و صالح‌ترین راوی برای روایت طوفان الاقصی میتونه باشه. ما در نبرد روایت ها نباید بازنده باشیم. And I thank very much for the invitation because it's an important conference here. An important conference because it brings together. من از این تشکیل این کنفرانس بسیار تشکر میکنم و این بخاطر اینکه همه رو کنار هم میاره و این برای ما یک فضای خوبی رو به وجود آورد که بیایم راجع به شرایطی که به وجود اومده در غزه صحبت بکنیم و بخاطر اینکه بحران‌های انسانی زیادی در غزه وجود داره و این ما راهکارهایی که داشتیم ما از طریق حالا جمعیت‌هایی که حالا به صورت خواهر و همکار هستند با ما، چه در حالا مصر هستن، چه در اردن، چه در حالا سرزمین‌های اشغالی به ما کمک می‌کنن و ما بهشون کمک می‌کنیم که بتونیم این بی احترامی که داره به قوانین بین الملل بشر دوستانه میشه رو به اصطلاح جلوشو بگیریم و متوقف کنیم. خب ما از روز اول تلاش کردیم که جمع بشیم دور هم و یک کم افزایی ایجاد بکنیم، با هم باشیم، کنار هم باشیم برای کمک به مردم مظلوم غزه. خب علی‌رغم پیگیری‌های خوبی که انجام شد، 12 کشور یعنی 12 رئیس مرکز جمعیت هلال احمر حضور پیدا کردند، 10 تا سازمان بین‌المللی حضور پیدا کردند و 16 تا کشور به صورت برخط و آنلاین هستند که دارن جلسه رو حمایت می‌کنن. ما دنبال این هستیم که یک صندوق مشترک ایجاد بکنیم با هم. دنبال این هستیم که نحوه امدادرسانی به مظلومین مجروحین رو بهتر انجام بدیم. الان مظلومین و مجروحین تو غزه شرایط بسیار بسیار بدی دارن. رژیم قاسب از محدودیت‌هایی که ایجاد کرده برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به عنوان یک اهرم تنبیهی استفاده می‌کنه. ما این اهرم رو باید بشکنیم با هم. باید کنار هم باشیم که این فشارها رو از بین ببریم، این ظلم‌ها رو از بین ببریم. اصلا صلیب سرخ و هلال احمر برای این روزها هستن. ما اگر امروز اقدامی نکنیم پس کی میخوایم اقدام کنیم؟ یک کار دیگه هم که داریم انجام میدیم این که از دیپلماسی بشردوستانه استفاده بکنیم برای یک صلح پایدار و حمایت از نیروهای امدادی مثل هلال احمر، مثل کارکنان بهداشت درمان، مثل مساجد، مثل مدارس، مثل خیلی از این کارکنان. و اینکه چجور نیازهای اولیه زیستی و زندگی مردم اونجا رو تأمین بکنیم و از همه مهمتر مستندات و عناوین نقض آشکار حقوق بشردوستانه‌ای رو که رژیم اشغالگر انجام داده رو دوباره احصا بکنیم و همینطور که قبلا به دیوان عالی کیفری بین الملل ارائه دادیم مجددا اونایی که اضافه شده رو ارسال بکنیم.